خوش اومدید. ممنونم از اینکه حضور پیدا کردید در این جلسات جمع‌بندی که برای پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم سبقت برتر برگزار می‌کند. پیش از شما جلسه برای بچه‌های یازدهم داشتیم، الان دیگه برای شما دهمی‌ها برنامه‌ای رو خواهیم داشت. تقریبا نزدیک 2 ساعت برای امروز خواهد بود و نزدیک 2 ساعت هم برای هفته آینده خواهد بود. 4 درس از درس‌های عربی دهم رو با هم بررسی می‌کنیم. ظاهراً 8 درس دارید. 4 درس شما مبنا اون این است که برای نیم سال اول باشد. البته شاید مثلا در بعضی جاها درس 4 رو هم نداده باشند، ولی چون مبنا بر این است که نصف کتاب مد نظر باشد، بنابراین ما 4 درس رو بهش خواهیم پرداخت. 2 درسش رو برای امروز و 2 درس رو برای هفته آینده به بررسیش خواهیم پرداخت. به تمام مواردش فایلی که در اختیار شما قرار خواهد گرفت بعد از موضوع من که آنلاین این که جلسه باشد، این فایل دیگه تمام موارد ترجمه درس ها، حل تمرینات و قواعد همه رو یک جا دارید. دیگه نیازی نیست که شما مراجعه کنید به کتابتون، چون خودآموز هست و یا از کتابهای مکمل دیگری استفاده بکنید. فقط از همین موردی که ما بهش خواهیم پرداخت که بعدم در اختیار شما قرار میگیره، این رو استفاده بکنید و کافی است. دیگه به چیز دیگری نیاز نخواهید داشت. به عربی به عنوان یه درسی، چون شما ابتدای متوسطه هستید، ورود شما به متوسطه دوم شروع شده است، بنابراین از همین الان وضعیتتون رو برای این درس معین بکنید. درس عربی یه درس بسیار حساس و کلیدی است برای کنکورتون. گرچه به عنوان یه درس عمومی خواهد بود برای رشته تجربی و ریاضی و یه درس تخصصی برای رشته انسانی، اما درسی است که همسنگ با دروس تخصصی در رشته تجربی و ریاضی اثرگذار خواهد بود در کنکور. خیلی بهش توجه داشته باشید و به عنوان یک درسی که شاید از قدیم احساس تنفر داشتید بهش، با این ننگرید، چون اثرگذاریش مهم هست در آینده که میتونه تعیین تکلیف کنه حتی برای شما رشتهتون رو، رشته خوب و جای خوب. اینها مواردی است که عائد و نتیجه توجه به این درس خواهد بود. در درس عربی بچه ها اولین موضوعی که تو بخش ترجمه حتما بهش توجه میکنید فعل ها به لحاظ زمانی است و این بسیار مهمه. یعنی برای مصحح کاملا فعل ها رعایتشون به لحاظ ترجمه، این که ماضی است ماضی، مضارع مضارع، امر به شکلی که هست، ماضی استمراری، ماضی ساده، ماضی بعید، مستقبل، اینا همه باید همان گونه که هستن همان گونه هم ترجمه بشه. اگر شما سایر یک عبارت رو درست ترجمه بکنید و فعلش رو به لحاظ زمانی درست ترجمه نکنید، احتمال داره که معلمتون مصحح اون رو نمره کامل نده یا اصلا نمره ای بهش نده، چون فعل ها در اولویت هستش. خب درس رو ما با اجازهتون شروع خواهیم کرد که آرام آرام، فقط قبل از این که وارد بشیم، من کانالم رو به شما معرفی بکنم. @ عربیک مصباح، اصلا عربیک مصباح، این کانال من هستش. حتما واردش بشید، عضوش بشید. دوستاتونم توصیه کنید که عضو این کانال بشن و از مطالب متنوع اون استفاده بکنید. هم برای الانتون مفید هست، هم برای پایه 11امتون، هم 12ام. مخصوصا هشتگ هایی که در داخل این کانال قرار دادیم، ده ها هشتگ رو قرار دادیم که هر کدام از اون هشتگ ها
عربی رو از صفر تا صد بهش میپردازه و همچنین مطالب روزانه ای که در اونجا به صورت متنوع جذاب زیبا قرار میگیره ورود پیدا کنید و از اون هم استفاده بکنید. ادسان عربیک مسبا. خب من درس رو ترجمهش رو دیگه نمیگم چون ترجمهش کامل اینجا هست، فقط فعل ها رو من به لحاظ زمانی من مشخص میکنم برای شما که اونها توجه داشته باشه تو ترجمه. خلقه هستش، جعله هستش، اینا فعل ماضی هستن و اگه نگاه کنید تو ترجمه به صورت ماضی معنا شده است. هم تو میایم پایین انظر رو داریم و در این بیت اول دیگه نداریم. انظر یه فعل امره، میگه بنگر. میبینید که داره درست ترجمه میشه، کامل ترجمه هست، منتها اون اولویتی که گفتم فعلا برای ما مهم است بهش توجه بکنید. نمد به عنوان یه فعل ماضی به معنای روید یا رویده. سارت به معنای شد یا شده. ابحث یه فعل امره. قول یه فعل امره. یخرجو یه فعل مضارع است. ببینیم داریم جستجو کن، بگو و بیرون می آورد. میبینید که داره فعل ها درست ترجمه میشه. انظر رو داریم به عنوان یه فعل امر. خب بنگر، میبینید که باز رعایت شد. در بیت بعدی نداریم، در بیت بعدی اوجده رو داریم، یه فعل ماضی هست. خب پدید آورد در این جمله نداریم، در این جمله نداریم و در جمله بعدی هم انظر رو داریم و اوجده رو داریم. یه فعل امر داریم، یه فعل ماضی داریم. بنگر، فعل امر، پدید آورده هستم، یه فعل ماضی. این فعل ها مهمن که من با رنگ فسفوری مشخصش کردم، بعدا این که در اختیارتون قرار گرفت بهش توجه بکنید. ادامهش رو هم زانه یه فعل ماضی هست، خب یعنی زینت دادن، اینم زینت داد یا آراست، اینا معانی زانه هستش. انظر به عنوان یه فعل امر هستش. انزلم به عنوان یه فعل ماضی هست. بنگر که معنای انظر هست. فرو فرستاد یا نازل کردم برای انزله هستش. فعل ها دارن درست ترجمه میشن. اینم معجمش هست، کلمات همین متن هست که در اینجا اومده. این حوار داخل کتابتون هست که باز ترجمهش هم زیرش اومده دیگه، اینا رو من کاری بهش ندارم. میریم سراغ قواعد این درس، صیغه فعل ها. بچه ها ببینید، ما تو زبان فارسی میگیم من تو او، ما شما ایشان. من تو او، ما شما ایشان. اون من که در اینجا آورده میشه به زبان فارسی بهش میگن اول شخص مفرد برای من هست، دوم شخص مفرد برای تو هست، یعنی وقتی به تو میرسی میشه دوم شخص مفرد و وقتی به او میرسید برای سوم شخص مفرد هست. من، تو، او، اول شخص مفرد، دوم شخص مفرد، سوم شخص مفرد. اینا رو به زبان عربی چی میگن؟ اول شخص مفرد میتونه متکلم وحده باشه مثل انا، میتونه مفرد مذکر مخاطب یا مفرد مؤنث مخاطب باشه به انت و انته. سوم شخص مفردمون میتونه مفرد مذکر غائب یا مفرد مؤنث غائب باشه، یعنی هو و هیه. و اول شخص جمعمون، دوم شخص جمعمون، و سوم شخص جمعمون. اینا چی هستن؟ اول شخص جمعمون ما، دوم شخص شما، سوم شخص هم ایشان. تو زبان فارسی اینطوری میگن. حالا مثلا در امتحان شما فرض کنید وقتی که به صیغه های دو و سه و چهار یا هر صیغه که میرسه یا از این اصطلاحات به کار میبره یا اون چی که در زبان عربی برای اون به کار برده میشه که الان بهش خواهیم پرداخت. خب پس دوم اول شخص جمع نحنو میتونه باشه، دوم شخص جمع انتم، انتون، نه انتما، انتما،
برای این چهارتا و سه اون شخص جمع هم برای جمع مذکر غائب، جمع مؤنث غائب، مثنای مذکر غائب و مثنای مؤنث غائب، اینها میتونن برای این مجموعه باشن. خب حالا تو زبان عربی گفتیم اول شخص مفرد متکلم وحده، دوم شخص مفرد، مفرد مذکر مخاطب، مفرد مؤنث مخاطب، سوم شخص مفردم، مفرد مذکر غائب، مفرد مؤنث غائب، اول شخص جمع رو که همون ما باشه متکلم ملغیر بهش میگن، دوم شخص جمع رو جمع مذکر مخاطب، جمع مؤنث مخاطب، مثنای مذکر مخاطب و مثنای مؤنث مخاطب و سوم شخص جمع که ایشان باشه، یعنی هما، هما، هم، هنه، جمع مذکر غائب، جمع مؤنث غائب، مثنای مذکر غائب، مثنای مؤنث غائب. این به زبان عربی برای اینها به کار برده میشه. خب حالا بریم به شکلی که احتمالاً دبیر شما برای این 14 صیغه معین کردن، یعنی میان ابتدا 6 تا صیغه غائب رو، بعد 6 تا صیغه مخاطب رو، بعد دو تا متکلم رو، یعنی متکلم وحده و ملغی رو به کار میبرن. این راحت‌تره، صرفش هم راحت‌تر و بهتر میشه اون رو معین کرد. خب اول بذارید من ردیفش رو مشخص بکنم توی مورد ضمیرها که بعد فعلا هم بر اساس همون تطبیق داده بشه. به این شکل باید صرف شود. این میشه یک، بعد میشه دو، بعد میشه سه، بعد میشه چهار، میشه پنج، میشه شش و میشه هفت و هشت هشت و نو و ده و یازده و دوازده و سیزده و چهارده. این صرف فعل ها به این شکل راحت تر خواهد بود. حالا ببینیم با هم، یعنی خوبه این یک، هوه، هما، هم، من دیگه سریع میگم اینا رو بعدا شما دارید، هوه، هما، هم، هیه، هما، هنه، انت، انتما، انتم، انت، انتما، انتنه، انا، نحنو، هوه، هما، هم، هیه، هما، هنه، انت، انتما، انتم، انت، انتما، انتنه، انا، نحنو. این 14 صیغه به این شکل من شماره گذاری کردم. نوع صرف اینه. تو فعلاتون هم همینطور همین ردیف رو در نظر بگیرید تا آخر. فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر. فعل ماضیتون حالا اینجا فعل رو آورده، فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلت، فعلتما، فعلتن، فعلت، فعلنا. یه بار دیگه، فعل، فعلا، فعلو، فعلت،
فعلتا، فعلنا، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلت، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا، یفعل و یفعلان، یفعلون، تفعل و تفعلان، یفعلن، تفعل و تفعلان، تفعلون، تفعلین، تفعلان، تفعلن، افعل و نفعل. اینم از مضارعش. امرش هم که میدونید از شش صيغه مخاطب شروع میشه دیگه، افعل، افعلا، افعلو، افعلی، افعلا، افعلنا، اذهب، اذهبا، اذهبو، اذهبی، اذهبا، اذهبنا. اینم صرف فعل امر هست که در اینجا شما این مجموعه رو میبینید که خواستیم بهش توجه بکنید. خب حالا بریم سراغ تمریناتش. تمرین اولی که در کتاب شما آمده، خیلی خوب بچه، ببخشید که این رنگ رو داشتیم چیز میکردیم. خب بنویسید نوع فعل ها رو. اکتوب الان یه فعل چی هست؟ یک فعل امر هست. خب گفته بنویس، کاملا درسته، فعل امرم هست. چه چیزی را بنویس؟ نامت را. ترجمه کامل کرده، من فعلا رو دارم بهش توجه میکنم. اکتوبو یه فعل امر جمع هست، بنویسید، فعل امر نوشته شده. ساکتوبو، ساکتوبو، سو صوفه، میدونید دیگه بچه ها، برای آینده میاد. خب خواهم نوشت، ترجمه درسته، آینده است، مستقبله. ما کتبتم، کتبه میشه ماضی مثبت، ما کتبه میشه ماضی منفی ساده. ما کتبتم ننوشتید، نوشتید ننوشتید. اینم از فعلش که گفتیم هم ماضی منفی است. لا تکتب نهی هست، لا تکتب نهی هست. اگه آخر فعل رو دیدید بچه ها ساکن شده، این نشون میده این لالای نهیه و به معنای ننویس، ننویس بر روی دیوار. خب فعل بعدیمون لا یکتب نه، لا یکتب نه، مضارعه منفی هست، نمی نویسند. سوف نکتب و باز آینده هستش، گفته است که خواهیم نوشت. کانو یکتبونه، کانه با مضارع بچه ها اگر دیدید، کانه بعدش اگه فعل مضارع اومد به صورت ماضی استمراری ترجمه کنید، به صورت ماضی استمراری، یعنی مثل می نوشت، می گفت، می رفت. حالا ببینیم این کار کرده یا نه. می نوشتن، نمیگه می نویسند، میگه چی؟ می نوشتن، ماضی استمراری. این فرمول مهمی است، بهش حتما توجه داشته باشید. خب تمرین دوم میتونم اتصال کلمات هست با تعریفی که جلوش کرده. فقط گفته یک کلمه اینجا اضافی دارید که یک کلمه اضافی رو هم مشخص کرده، یعنی این رو بهش نپرداخته. خب شرره رو داریم، شرره. خب شرره رو که به من اخگر هست اومده یه تعریف براش کرده، گفته قطعت من النار، پاره ای از آتش. این تمرین شما در داخل کتابه که اینجا دیگه کارش انجام شده، یعنی فقط داریم بررسیش میکنیم. و شمس رو داریم، شمس رو گفته که جذبتها مستعره، یعنی آتشش یا شراره آتشش فروزان است. فیها ضیاء، در آن روشنایی است. و بها حرارت منتشره، و در اون یا به وسیله آن حرارت گرما پراکنده می شود. خب ببین تعریف شمس رو داره. بعد قمر رو داره، گفته که کوکب یدور حول الارض، یک سیاره است که دور زمین می چرخه، نورش رو هم از خورشید می گیره. و غیم، ابر معنا کرده، بسش کرده به بخار متراکمون فلان، که تعریفش و ترجمهش هم زیرش اومده. فستان به معنی پیراهن، گفته من الملابس نسائی، از لباسهای زنانه هستش که دارای رنگای گوناگونه. اینم از این. و دورر رو آورده که به معنی مروارید، برده بالا، من الاحجار الجمیله،
تا آخر گفته سنگای بسیار گران قیمت و بیشترم به رنگ سفید میاد. اینم پس دیگه اتصال کلمات هست به جملاتی که مربوط به آن کلمه هستش. تمرین سوم گفته است که قرار بده این جمله ها و این ترکیب ها رو در مکان مناسب. خب هر کدوم از اینا رو نگاه کنید، ها اولائه فائزات، همه تون دیگه میدونید فائزات جمع و مؤنث هست، پس باید بریم ببینیم کجا جمع مؤنث گفته. در جمع مؤنث ها اولای فائزات رو قرار داده. هازان دلیلانه، این نشانه چیه بچه ها؟ به من بگید. هازان دلیلانه، این مفرد است، مثنی است، جمع؟ بگید به من سریع بچه ها. آفرین، مثنی. میریم این مثنی کجاست؟ خب مذکرم است، مثنی مذکر اینجا قرار داده، این پس مثنی است. تلکل بتاریه که در اینجا عرض بزرگ شما که مفرد مؤنثه، خب مفرد مؤنث اینجا قرار داده. اولائک صالحون جمع مذکره، جمع مذکر اینجا قرار داده، واو نون یه اونون نشانه جمع مذکره. ها اولائه اصدقا، اصدقا جمع مکسره، صدیق شده اصدقا جمع مکسر. میریم جمع مکسر داریم، جمع مکسر بله اینجا این کلمه رو قرار داده. هاتان زجاجتان این مثنای مؤنث، مثنای مؤنث میریم مثنای مؤنث کجا داریم؟ اینجا مثنای مؤنث در اینجا قرار داده. پس هر یک از اینا با توجه به اینکه آیا مفرد است مذکر است، مفرد است مثنی است یا جمع، مثناتون مذکر است یا مؤنث، جمعتون جمع مذکر سالم است، جمع مؤنث سالم است، جمع مکسر است، بر اساس او میبرید در داخل این جدولی که هست قرار میدید. مثنی آخرش به الف و نون و یه و نون کسره دار ختم میشه، مثل معلمان معلمینه. و جمع مذکر سالم به واو و نون و یه و نون فتح دار ختم میشه، معلمون معلمینه. جمع مؤنث سالم هم که آخرش الف ت داره مثل معلمات. جمع مکسر هم که ساختمان مفرد کلن به هم ریخته هستش. خب اینم از این تمرین. بریم تمرین بعدی که گفته است بنویس وزن این کلمات رو، کلماتی که اومده وزنشون و حروف اصلیشون مشخص کن. کلماتی که اومدن اینن ناصر و منصور و انصار، میگه وزن اینا رو بنویس، وزنشون رو. فاعل ناصر، فاعل منصور، مفعول انصار، افعال افعال، درست شد؟ خب حالا میگه حروف اصلی ناصر و منصور و انصار چیه؟ حروف اصلیش نون و سه و ره از نصره، اینم حروف اصلیش هست، نون و سات و ره. خب کلمات بعدیمون اینان صبار، صبور، صابر. وزنشون رو اول مشخص میکنیم، وزنهایی که اومده براش فعال، فعول برای صبور، صابرم فاعل، صبار فعال، صبور فعول، صابر فاعل. حروف اصلی چیه؟ سات هست و به هست و ره، صبره صبره. اینم یک نوع تمرین هست. تمرین بعدیتون که تمرین پنجم باشد گفته است که مترادف و متضاد رو در جای خالی قرار بده، مترادف ها و متضاد ها رو. خب به چه شکلی اینجا عمل کرده؟ ببین این قسمت رو آورده، اینا رو در داخل اون جمله قرار داده. حالا گفته که این کلمات مثلا غالیه که به من گران هست ضدش چی میشه؟ بر اساس محتویات و دانشی که از قبل داری و در داخل کتابت هست، ضد غالیه میشه رخیصه، یعنی ارزان. ضدش رو باید متضادش رو این بنویسی. شراء یعنی خرید، خریدن. متضادش میشه بیع، یعنی فروختن یا فروش. نام خابید مترادفش رو میخواد، رقده. واژه معادل و مترادفش رقد است، به معنی خوابید. مسرور شاد شدن، ضدش حزین هست یا محزون هست، به معنی اندوهگین. ناجح قبول، موفق شده. راسب مردود، ضدش. نهایت پایان، بدایه شروع آغاز.
جمیل زیبا، ضدش قبیح زشت، مجد تلاشگر، معادلش و مترادفش مجتهد هست، یمین راست، یسار ضدش چپ، غریب نزدیک، ضدش بعید دور، ضیاء نور، مترادفش نور و مسموع یعنی مجاز و با اجازه، ممنوع ضدش هست یعنی ممنوع و منع. این هم تمرینی به این شکل مترادف و متضاد. یه تمرین دیگه هم داخل کتابتون آوردید که این عقربه ها رو نداره، بعد این موارد رو در پایین آورده، میگه حالا عقربه شو بکش. الخامست و رب، میگه ساعت الان 5:15 است، 5:15، میگه با فلش مشخص کن. خب این فلش که ساعتمونه، فلش آبی، فلش قرمزم دقیقمون هست، 5:15 کشیده شد. ساعت 8:30 کوچیکه ساعت بزرگ رو، زمان بزرگ رو نشان میده و اون قرمزه هم دقیقه رو نشان میده که میبینید به همین شکل درست شده. و اما از ساعت و سادست و الا ربعن، ساعت 6 گفته که ساعت 6 یک ربع کم، یعنی میشه 5:45 الا یعنی کم، ساعت 6 است کم کرده یک روب، میشه 5:45 که اینجا میبینید 5:45 کشیده شده است. البته شکلش اشتباه هست که در اینجا این مورد رنگ آبی هست یعنی 5، این طرف هم رنگ قرمز میاد که این رو دیگه من اینجا ببینیم میتونیم درستش بکنیم. این رنگ آبی و این رنگم رنگ قرمز باشه، به این شکل درست میشه. خیلی خوب، اینم از این. خب بحث علمی رو داره که کاری بهش نداریم، میریم برای درس دوم. اون درس اول بود و مطالبی که در این رابطه گفته شد. پس در درس اول ما بیشتر صرف ضمیرها و فعلها رو داشتیم. ضمیرها هم 14 صيغه دارن، فعلای ماضی و مضارع هم 14 صيغه دارن، فعل امر هم 6 صيغه داره که اونها صرف شد. اول شخص مفرد، دوم شخص مفرد، سوم شخص مفرد، من تو او، اول شخص جمع، دوم شخص جمع، سوم شخص جمع، ما و شما و ایشان. و اینها تو زبان عربی باز به شکل دیگری مطرح می شد، اما ترتیبی که براش درست کردیم و دبیرتون هم احتمالاً به همین شکل مطرح می کنه، هو هما هم، هیه هما هنه، ششتای غائب، انت انتما انتم، انت انتما انتون، ششتای مخاطب، انا نحنو متکلمامون هستن. فعلم همینطور، کتب کتبا کتبو کتبت کتبتا کتبنا، ششتای غائب، کتبت کتبتما کتبتم کتبت کتبتما کتبتون، اینا هم ششتای مخاطب، و کتبتو کتبنا متکلم وحده و متکلم ملغیر. مضارع به همین شکل، یکتب و یکتبانه یکتبونه، تکتب و تکتبانه یکتبنه، ششتای غائب، تکتب و تکتبانه تکتبونه، تکتبینه تکتبانه تکتبنه، ششتای مخاطب، اکتب و نکتب و متکلم وحده متکلم ملغیر. این داستان درس اول بود. اما درس دوم هم فعلایی که خاص هستن رو مشخص بکنیم، یعنی فعلایی که مد نظرن که گفتیم حتما بهش توجه بشه. در این جمله اول نداریم، در اینجا هم نداریم، در اینجا یجری رو داریم و علمه رو داریم، اجرا رو داریم، حفره رو داریم، غرسه رو داریم. اینا همه فعل ماضی هن، فعلی که گفتم غیر این اولی مضارع، فعلی دیگه ماضی هست، ورسه باز ماضی، ترکم ماضی، یستغفر و مضارع. و حتما در پایین این موارد رو رعایت کرده دیگه توی ترجمه‌ای که آمده. خب پادشاه 7 چیز در حالی که بعد از مرگش در گورش است برای بنده جاریس، این جاریس هر کس دانش را یاد داد برای علمه، یا جویی را روان کرد برای اجرا،
یا چایی را کند برای حفره یا نخلی را کاشت برای غرسه یا مسجدی را ساخت برای بنا. ببینید که موارد رو داره اشاره میکنه. ارث گذاشت، ورثه، ماضی، ترکه، به جا نهاد، اینم ماضی و یستغفر رو هم که مضارع است. ببینید که همه مجموعه داره درست ترجمه میشه. خب باز بریم توی ادامه مطلب. جعله فعل ماضی هستش، امسکه فعل ماضی هستش، انزله فعل ماضی هستش، یتراحم فعل مضارع است و یکفی فعل مضارع است. یکفی فعل مضارع است. کولو فعل امر هست. لا تفرقو نهی هست. و اینجا نداریم. اینجا اخلصه فعل ماضی است. زهرت فعل ماضی است. نداریم. و در اینجا هم نداریم. در اینجا هم نداریم. خب حالا این فعلامون رو نگاه کنیم ببینیم که ترجمهشون چگونه است. قرار داد برای جعله، امسکه نگه داشت برای این، انزله فرود آورد برای انزله، یتراحمو مهربانی میورزد برای مزارمون، و یکفی بسست برای این، و باز بسست برای یکفی. کلو فعل امر، بخورید، لا تفرقو نهی هست، پراکنده نشوید، و اخلصه خالص شود. برای با توجه به اینکه من اومده این ترجمه رو از ماضی به مضارع تبدیل کرده که حالا سال بعد میخونید. زهرت هم آشکار میشود، باید بگید که آشکار شد. این من یک کلمه ویژه هستش که بعدا شما در آینده خواهید خواند. فعلای ماضی رو میتونه به مضارع تبدیل کنه. دیگه هم که نداشتیم. خب اینم از این. فعلا مهم هستن، تو ترجمه باید رعایت بشون. اینم که موجم هستش، کلمات مربوط به درس دوم. اینم که در ارتباط با متن هستش، سوالاتی کرده، گفته آیا این جمله‌ای که ما مطالبی رو مطرح کرده، گفته که آیا این جمله‌ای که گفته شده درست است یا خطا هستش، که با تیک نشانه درست بودن است و با زبدر نشانه خطا. خب اما درس دوم که مبحث اعداد هست برای بچه‌های دهم. خب اعداد رو من یک توضیح بدم. اعداد شما دو نوع دارید، یا شمارشی است که بهش میگن اصلی، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، به همین شکل میره جلو. 1 و 2 و 3 زنگ مدرسه، آقا میزنه، خانم میرخصه. 1 و 2 و 3 زنگ مدرسه، آقا میزنه، خانم میرخصه. ببین 1 2 3 4 5 6، اینا اعداد شمارشی یا اصلی هستن. اعداد دیگه‌مون اعداد وصفی یا ترتیبی هست. اونجایی که میگید اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم، دهم. به این شکل اگه بگید میشن اعداد ترتیبی. خب مطلبی که تو اعداد ترتیبی باید بهش توجه کنید اینه که غیر اول که میگید الاول، معنیش هم میشه اولا، یعنی اولین یا نخستین یا اول، سایر اعداد ترتیبیمون بر وزن فاعل میان. یعنی وقتی میخوایم بگیم سوم میگیم سالس، وقتی میخوایم بگیم چهارم میگیم رابع، وقتی میخوایم بگیم هشتم میگیم سامن، الامام و سامن. پس اعداد ترتیبی بر وزن فاعل آورده میشن. بریم ببینیم اینجا چگونه هستش و به چه موضوعی اشاره کرده است. ببینید اعداد اصلیمون که از 1 تا 20 هست اینجا نوشته شده. واحد، اثنان، ثلاثه، اربعت، خمست، ستت، سبعت، ثمانیت، تسعت، عشره. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. خب اینا اعداد 1 تا 10 هستن. حالا همینا میتونن گاهی وقتا به جایی که مثلا فرض کنید الان این واحد مذکره، میتونه واحدت بگه. اثنانه مذکره، میتونه بگه اثنتانه، به این شکل میتونه بیاره. ثلاثت مؤنثه، میتونه به جای بگه ثلاثت بگه سلاس، او تای گرد و تای تانیث رو برداره. اربعت رو بگه اربعه، خمست رو بگه خمس، ستت رو بگه ست، سبعت رو بگه سبع، ثمانیت رو بگه ثمانی، او تا رو بندازه. تسعته میشه تس، عشرته یا عشرته میشه عشره.
به این شکل میتونه تبدیل کنه یا 1 تا 10 مذکر و مؤنث. و همچنین است از 11 تا 20. باز اگر نگاه کنید 11 یعنی 11، 12 12، 13 13، 14 14، 15 15، 16 16، 17 17، 18 18، 19 19، 20 هم میشه 20. اینا اعداد شمارشی هستند. حالا اینا میتونن به شکل مؤنثی هم بیان، یعنی به این شکل مثلا بگه 11 ایازه مؤنثه، 12 دوازه مؤنثه، 13 سیزده مؤنث، به همین شکل. نگاه کنید دیگه اینا جا به جایی چیز شده. اگر جزء اول از 11 از به اصطلاح 12 یا از 13 تا 19 جزء اولش مؤنث بود، جزء دومش مذکر، باز برعکس جزء اول مذکر و جزء دوم مؤنث. به این شکل این عدد 13 تا 19 به این شکل حالت مذکر و مؤنثیش ضد یکدیگر دو تا عدد عمل میکنن. 20 هم که 20 20 یکی از فرقی با هم ندارن. خب پس این اعداد اصلی از 1 تا 20 رو به این شکل به عنوان اعداد اصلی یا شمارشی در نظر میگیریم. اما اعداد ترتیبی مون، اعداد ترتیبی الاول، الثانی، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، التاسع، العاشر. گفتیم بر وزن فاعل میان، اعداد ترتیبی بر وزن فاعل میان جز عدد اول که به اول به صورت اول هم نوشته میشه. خب مؤنث اول میشه اولا، الثانی الثانیت یه تای گر گرفت، الثالثت الرابعت، السادست السابعت، الثامنت و التاسعت و العاشرت. و ببینید که این حالت رو براش داریم در قالب مؤنثیش. خب بریم سراغ 11. الحادی عشر، الثانی عشر، الثالث عشر، الرابع عشر، الخامس عشر، السادس عشر، السابع عشر، الثامن عشر، التاسع عشر، العشرون. عشرون میشه 20 با الفلام، یه الفلام به عشرونه، سلاسونه، اربعونه، خمسونه، یه الفلام بدی میشه ترتیبی. یعنی دیگه وقتی الفلام میدی نمیگی 20، میگی 20. عشرون 20، العشرون یا العشرین فرقی نمی کنه میشه 20. اربعون 40، و همچنین اربعین هم 40. الفلام که بهش اضافه کنی بگید الاربعونه، الاربعین میشه 40. به این شکل معنا خواهد شد. یک الفلام میخواد به اعداد عقود که همون 20، 40، 50، 60، 70، 80، 90 هست، الفلام بیافزایید از شمارشی به ترتیبی تبدیل میشه. خب ادامهش 20 عدد 20 20 رو داره میگه، 20 20، 30 30، 40 40. این دوتا با هم فرقی نمی کنن، فقط جایگاهشون تو جمله باعث میشه گاهی واونون گاهی یونون پذیرفته بشه. 50 50، 60 60، 70 70، 80 80، 90 90. ببینید که به این شکل موارد رو میشه مشخصش کرد. اینا اعداد شمارشی و ترتیبی یا اصلی و وصفی بهشون گفته میشه. اما چند نکته در ارتباط با این اعداد. خب گفته که تا اینجا بچه ها سوال ندارید؟ سوال بچه ها؟ قادری گفته قواعد رو درس نمیدید. خب قواعد دیگه الان هم اینا قواعده که داریم درس میدیم و بهش اشاره میکنیم، قواعد کتابتونه. خب به کلمات رجال و کوکب در 5 رجال و 11 کوکبن به اینا معدود گفته میشه. خب یک کتاب، یک میشه عدد، کتاب میشه معدودش. به اصطلاح 5 مرد، 5 میشه عددمون، رجال میشه معدودمون.
احد عشر کوکبن، احد عشر میشه عددمون، کوکب میشه معدود. عدد معدود، معدود یعنی چی؟ یعنی آنچه که مورد شمارش واقع می شود، مورد شمارش قرار می گیرد. خب قادری فرمودن بله اون کال سوال اینا همه میاد بعدش اشاره میشه، گفته مجرد مزید رو بگید، بذارید توی باب های سوراسی مزید و مجرد بریم اونجا میگیم دیگه، الان که درس دومه که مربوط به اعداد دیگه، درس سوم چهارمتون مربوط به قالب های سوراسی مجرد و سوراسی مزیده که در جای خودش توضیح خواهیم داد. و یکی دیگه از دانش آموزان موصوف صفت رو هم گفته بررسی بکنید، چشم حتما وقتی بهش برسیم اشاره خواهیم کرد، حتما بهش خواهیم رسید. خب این از این عدد و معدود. خب گاهی عددهای ثلاثت و عشرته بدون تا میان، ثلاث ثلاثت میشه ثلاث، اربعت میشه اربعه بدون تا میان. اینکه قبلا تو هم جدول هم اشاره کردیم که اینا میتونن تای گرد بگیرن، تای تانیس یا نگیرن. خب معه یعنی صد، به معنای صده، به صورت معت هم نوشته میشه، یعنی اگه دو حالت رو دیدید اونو صد بگیرید. عددهای اشرون، سلاسون، اربعون و تا تسعون به صورت اشرینه، سلاسینه، اربعینه و تسعینه هم میاد، واوونون و یونون میتونیم بگیم اشرون، اشرین، اربعون، اربعینه. اینم که اشاره شد تو جدول. در زبان عربی یکان پیش از دهگان میاد، مثلا وقتی میخوایم بگیم 59 اول 9 رو میاریم، یعنی یکان رو، بعد دهگان رو آورده میشه. هر عددی که دیدید تو زبان فارسی براش واو میارید، مثلا میگه 99، 120، همین واو رو که میارید وقتی میخواید به عربی برگردونید اول جزء کوچکتر یعنی جزء یکان رو میارید، بعد جزء دهگان رو میارید. مثل اینجا دیگه، الان در اینجا گفته که خمستون و اشرونه، خمستون و اشرونه. خب حالا اینو به فارسی ترجمه کرده، گفته 25. شکل چگونه شد؟ یعنی این با این ارتباط برقرار کرد، نحوه اومدنشون، اینم با این، اول خمسد، خمسه در اینجا که اول اومده رفت آخر، اشرون که در اینجا آخر اومده اومد به اول. اینم نوع نوشتار اعداد معطوف بهشون میگن، یعنی اعدادی که وقتی دارید بیان میکنید از واو استفاده میکنید، 109 اینطوری استفاده میشه. خب اما مورد دیگری که در کتاب شما آمده است که گفته اختبر نفسک، خودت رو آزمایش کن، ترجمه کن، یه جملاتی به این شکل توی کتاب شما اومده: سلاسین لیله، سبعین رجلن، سبعت و عواب، ستین مسکینن، ستت و ایام، معت و حبه. گفته اینا رو ترجمهش کن. خب ترجمهش این اومده دیگه، بیان شده سلاسین 30 شب، اینم 30 شب، سبعین رجلن 70 مرد اومده، سبعت و عواب 7 در به این شکل، ستین مسکینن 60 بینوا، ستت و ایام 6 روز، معت و حب 100 دانه یا قوت. ببینید اینا مواردی است که این طرف آورده شده، منتها در کتاب شما این قسمت رو گفته، این طرف هم که بیان شد که دیگه کار راحت تر باشه. خب یه حوار دارید که گفتگو هست که تو کتابتون، اینم باز گفتگو دو طرفه بیان شده، ترجمه هم که زیرش اومده که چه چیزی رو مطرح میکنه، که اینم در اختیار شما قرار دارد دیگه. خب حالا بریم سراغ تمرینای مربوط به این موضوعی که اشاره کردیم. در مورد اعداد بچه ها اگه سوال دارید بپرسید، که بعد بریم سراغ موضوع تمریناتش. اگه سوال دارید بپرسید، هم میگن اگه نه که بریم وارد تمریناتش بشیم و تمریناتش هم بررسی بکنیم. من منتظرم سوال اگه دارید. بچه ها صدا رو دارید؟ صدای من رو دارید؟ تصویر، صدا؟ صدا ندارید؟ تصویر ندارید؟ بله دارید، دارید. خب سوال چی؟
فعلا نه. بسیار خوب، خیلی خوب. بریم سراغ تمرینات. گفتی که بنویسید عملیات حسابی رو مثل مثالی که آمده، یعنی از زائد یعنی به علاوه، ناقص یعنی کم، تقسیم علی یعنی تقسیم، و از فی یا ضرب فی هم یعنی ضرب در. اینا نشانهایی است که در ضرب و تقسیم و جمع و تفریق به کار برده میشه. پس اگه بخوایم به علاوه بگیم، تو عربی میگیم زائد، منفی بخوایم بگیم، منها بخوایم بگیم، ناقص، تقسیم بخوایم بگیم تقسیم علی، ضرب در هم اگر بخوایم بگیم میگیم ضرب فی، یا میگیم فی. خود فی هم به معنی ضرب در هستش. حالا بریم سراغ مثالامون. گفته که ده، فی یعنی ضرب در دیگه، نه؟ ضرب در ثلاثه، یعنی ده ضرب در سه میشه چقدر؟ یساوی برابر است با دیگه خود جدول ضربتون هم خوب هست دیگه، ده ضرب در سه میشه چی؟ سی. مورد بعدی تسعونه، تسعونه یعنی نود، نود ناقص یعنی منهای عشره، نود منهای ده، از نود ده تا کم بکنیم. خب چی میشه پاسخش بچه ها؟ نود ده تا کم کنیم هشتاد میشه دیگه، نه؟ گفته سمانی، نه، هشتاد. اینورم حالت عددیش نوشته شده. خب مورد بعدی معه، معه یعنی چند بود بچه ها؟ معه یعنی صد. چی؟ میکروفون الان خب بینید، من سوالاتو میگم چون الان شاید وقت نباشه. سوال کردن گفتن که تو اعداد بدون دقیقه آیا ترتیبی رو میاریم و با دقیقه آیا شمارشی رو، یا نه؟ بله. اگر ساعت رو خواستید بگید، مثلا بخواید بگید ساعت 3، ساعت 4، ساعت 5، از اعداد ترتیبی استفاده میکنید. مثلا میگید از ساعت الرابع، از ساعت الخامسه. اما اگر خواستید شمارشی به کار ببرید، برای دقیقه ها هستش. مثلا وقتی میگه ساعت 6:52، این ششش میشه اعداد ترتیبی، 52 دقیقه شو به صورت شمارشی می نویسید. این از این سوالی که پرسیدن. دیگه سوال چیه؟ بله، یکی از دانش آموزا هم گفته میکروفون رو میدید ازتون سوال بپرسیم، بذارید آخر جلسه دیگه وقتی بحث ما تمام شد، بعد دیگه شما میتونید سوالاتتون رو بپرسید که من مدام هم دارم میگم سوال دارید، یا همینطوری برای من بفرستید، یا از آخر میکروفون داده میشه شما سوالتون رو بپرسید. خب صد گفته که تقسیم بر پنج. صد تقسیم بر پنج بچه ها میشه 20 دیگه، نه؟ برابر است با، مساوی است با 20، که داره موارد شو همینطور نشان میده. خب اینجا ست تا یعنی 6، فی یعنی ضرب در، ضرب در 11، 6 رو گفته ضرب در 11 بکنیم، خب میشه 66، مساویس با 66. و مورد بعدی خمستون و سبعونه یعنی 75، 75 زائد یعنی به علاوه خمسه و عشرینه، 75 به علاوه 25 برابر می شود با 100، برابر است با 100 مع. اینم از این مورد که انجام شد. و 6 اثنان و ثمانونه یعنی 82، 82 تقسیم علی یعنی تقسیم بر 9 یعنی تقسیم بر 2، 82 رو میگه تقسیم بر 2 بکنیم چی میشود؟ یساوی برابر است با واحدن و اربعینه یعنی 41. این از این تمرین که
به این شکل در کتاب شما اومده و اینجا هم بیان شد. خب تمرین دوم گفته که بنویسید در جای خالی عدد ترتیبی. ببینید چی میخواد برای ما عدد ترتیبی. عدد ترتیبی گفتیم اولین یا اول یا نخستین، اونا بر خودش میگه اول. اما اگه بخوایم از یک بگذریم، از اول بگذریم بریم سمت دوم، سوم، چهارم، اونا همه بر وزن فاعل میان، بر وزن فاعل. ساختار فاعلی رو بهش دقت بکنید. خب در اینجا گفته که آنچه که در مورد فارسیش اومده، گفته روز دوم. روز دوم، خب دوم عدد ترتیبی است، بعد بر وزن فاعل بیاد الیوم ثانی. بعدی گفته که روز ششم عدد ترتیبی که میاد، باید بگه الیوم سادس. سادس یعنی ششم بر وزن فاعل. گفته است فصل چهارم. فصل چهارم، خب الفصل رابع. رابع بر وزن فاعل. گفته است فصل سوم. الفصل ثالث، فصل سوم. این دو رنگ رو دوباره دیگه انجام بدیم. این فصل، اینم سوم. گفته است که برنده اول جایزه، برنده اول، خب اول اومده دیگه، خودش هم اول نوشته میشه، الفائز الاول. این هم از این. و مورد دیگرش هم که در اینجا اومده، برنده دوم، برنده دوم، اینم الفائز ثانی، الفائز ثانی. پس یک بار دیگه بچه ها، اعداد ترتیبی به جز اول، اونایی دیگه بر وزن فاعل میان که در اینجا هم ملاحظه کردید. خب بریم سراغ تمرین سوم. گفته بنویس در جای خالی عدد مناسب رو، عدد مناسب رو در جای خالی قرار بدید. خب ببین اینجا چگونه اومده این جدول که تو کتاب شما اومده، اینجا پر شده دیگه. اونایی که با مشکی درشت‌تر اومده جا خالیاتون هستش. اینجا من موارد مشخص بکنم جا خالیا رو. تو کتاب شما اینجاها خالی هست. خب اگر به این جدول نگاه کنید، از یک میشماره میره تا سی، یک تا سی. خب واحد یک، اثنین دو، ثلاثه سه، اربعه چار، خمسه پنج، سته شش، سبعه هفت، ثمانیه هشت، تسعه نو، عشره یا عشرت ده، احد عشر یازده، اثنا عشر دوازده، ثلاثت عشر سیزده، اربعت عشر چارده، خمسه عشر پونزه، ستت عشر شونزده، سبعت عشر هیفته، ثمانیت عشر هجده، تسعت عشر نونزه، اشرونه بیست، واحدون و اشرونه یعنی بیست و یک، اثنان و اشرونه بیست و دو، ثلاثتون و اشرونه بیست و سه، اربعتون و اشرونه بیست و چار، خمستون و اشرونه بیست و پنج، ستتون و اشرونه بیست و شش، سبعتون و اشرونه بیست و هفت، ثمانیتون و اشرونه یعنی بیست و هشت، تسعتون و اشرونه بیست و نه، ثلاثونه یا ثلاثینم به معنای سی هست. این جدول جا خالیتون اون رنگی است که من انجام دادم که بر اساس ترتیبی که داره میشماره، یعنی اعداد شمارشی رو در حقیقت داره ردیف کرده از یک تا سی، جا خالیش به این شکل کامل می شود. خب بعد از 20 تا 90، یعنی از 20 تا 90 اعداد عقود، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، جایی که خالی هست در کتاب شما اینجاست. اینها جای خالی هست. خب اشرونه رو آورده، یعنی 20، سلاسونه 30، اربعونه 40، خمسونه 50، ستونه 60، سبعونه 70، سمانونه 80، تسعونه 90 هست. اینها میتوانن به جای واونون از یونون هم استفاده کنن، یعنی بگیم 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90. واونون و یونون اینها به اصطلاح حرکت هایی است که برای اعداد عقود در نظر گرفته میشه. یک نفر از بچه ها پرسیده چطور بر وزن فاعل هست.
اعداد ترتیبی ساختارشون این است، اعداد ترتیبی بر وزن فاعل میان. وقتی میخوایم بگیم چهارم، میگیم رابع یعنی فاعل، خامس به این شکل گفته میشه. بعد یکی پاسخ داده دیگه، حروف اصلی رو بیار داخل فاعل جایگزین کن، خمس بیا تو فاعل میشه خامس. آفرین، این میشه اعداد ترتیبی. کاملا پاسخ داده شده است سوالی که یکی از دوستان کرده، پاسخش هم که داده. آفرین. بله خب، واحد بعد سوال کردن، واحد و اول هم وزن نیستن، واحد یعنی یک، اول یعنی نخستین یا اول، اینم به این شکل مطرح میشه. خب تمرین چهارم، قرار بده در جای خالی عدد مناسب از اعداد آورده شده. دو تا کلمه زائد داریم، این اعدادیه که آورده، میگه در جای خالی بر اساس موضوعی که وجود داره. مثلا گفته 950 سال، 950 سال رو اومده معادل کرده، گفته که بله الف و سنتن الا خمسین آمن. چه اتفاقی افتاده بچه اینجا؟ الف یعنی چی؟ یعنی هزار. این گفته 950 سال، اما اینجا میگه هزار سال، اما یه الا اومده بچه ها. الا یعنی کم، یعنی کم کن، کم کن، کم کن. خب هزار تا اومده، کم کن 50 تا، 50 تا رو کم کنی دقیقا میشه همین 950. این که از این. مورد بعدی گفته 10 برابر، 10 برابر. خب عدد 10 رو میاریم، میگه 10 امثال. این هم از این مورد که براش بیان شد. خب مورد بعدی گفته است که صبر سه نوع است، سه نوع. خب اینجا بالا براش قرار داده دیگه، ثلاثه، سه داره میاد، ثلاثه. صبر هنگام مصیبت و گرفتاری، صبر بر اطاعت، صبر بر ترک گناه. اینم که ثلاثه، سه. مورد بعدی گفته که تو ترجمه پنج، خب پنج رو عربیش میشه چی؟ خمس بچه ها دیگه، درسته؟ خیلی راحت. اینم از پر کردن این قسمت که آورده شد. خب تمرین پنجم چی گفته؟ گفته ترجمه کنید عبارات آورده شده رو با این عبارت که آیا میدانید که. در این تمرین اطلاعات عمومی شما رو میخواد بیشتر کنه. گفته الکلب یقدر علی سماع صوت ساعه من مسافت 40 قدما، سگ از فاصله 40 قدمی قادر به شنیدن صدای ساعت میباشد. علامه سوال داره، 40 قدم 40 قدمی. خب یا به این شکل، سگ میتواند صدای ساعت را از فاصله 40 قدمی بشنود. هر دو درسته. مورد بعدی این جملاتی است، یک اطلاعات عمومی است که در این مورد آورده شده. مورد بعدی، النملتو یقدر علی حمل شی یفوق و وزنها 50 مره، 50 مره. مورچه قادر به حمل جابجایی چیزی می باشد که 50 برابر بالاتر از وزن اوست. یا میتونیم بگیم مورچه میتواند یقدرو یا تقدرو، همون معنای فعلی خودش رو حفظ کنه، مورچه میتواند چیزی که برای 50 برابر بالاتر از وزن اوست رو حمل کند یا جابجا کند. مورد بعدی، 80 فی المعه یعنی 80 ضرب در 100، 80 در 100، 80 در 100. اینجا اومده دیگه 80 در 100، اینم به این شکل در زبان فارسی ترجمه شده. 80 درصد موجودات جهان رو حشرات تشکیل میدن، حشرات 80 درصد موجودات جهان هستن. و مورد بعدی، غرابو یعیش و 30 سنه، گفته کلاغ 20 تا 30 سال یا بیشتر زندگی میکند. این هم زندگی کلاغ هست که طول عمرش رو مطرح کرده. و طول قامت زرافه 6 امتار، چه جالب. گفته طول یا بلندی قد زرافه 6 متر است. این هم اطلاعات عمومی خوب. خب
و تمرین ششم گفته که بنویس ساعت رو با ارقام، ساعت رو به رقم یا ارقام بنویس. خب اینجا رو ببینید، گفته که الله هادیت عشر یعنی یازده، الا عشر دقایق، ساعت یازده ده دقیقه کم، الا گفتیم به معنی کم هست دیگه، نه یعنی کم کردن، یازده ده دقیقه کم میشه ده و چقدر، یا ده دقیقه مانده بیازده، به این شکل میتونیم بگیم ده دقیقه مانده بیازده، یا به عبارتی ده و چه، ده و پنجاه دقیقه، ده و پنجاه دقیقه به این شکل آورده میشود. خب مورد بعدی، السابعت و عشرون دقیقه، هفت و بیست دقیقه، هفت و ساعت چنده؟ ساعت هفت و بیست دقیقه، که یکی از بچه ها سوال کرده بود، میبینه سمت ساعت رو بر وزن فاعل اعداد ترتیبی آورده، این سمت رو اعداد به صورت شمارشی بیان کرده، دقیقه رو شمارشی آورده. از ساعت سابعت و عشرون دقیقه، یعنی ساعت هفت و بیست دقیقه هستش که فارسیش ترجمه کرده و عددیش هم به این شکل نوشته شده. و مورد بعدی، ثانیت و عشرت، ساعت و ثانیت و عشرت تمامن، ساعت دوازده تمام، دوازده فیکس، دوازده اینجا هم دوازده رو بیان کرده. و مورد بعدی، از ساعت و الا ربعن، الا ربعن، باز الا اومد. خب سادسه یعنی عدد چند بچه ها؟ این ساعت شش، خب یک ربع کم یعنی می شود 5:45 دقیقه، 5:45 دقیقه، که اینجا ترجمه اینو کرده، این طرف هم میگه 5:45 دقیقه. و آخرین عددمون هم در اینجا از ساعت الخامسه و نصف، یعنی ساعت 5:30 است، 5:30، اینم 5:30 به عددی نوشته شده محاسباتی. این هم از این نوع که مربوط به ساعت بود. خب اینم که به اصطلاح جاخالی ها رو گفته که قرار بدید در این مواردی که برای جای خالی لازم هست رو بر اساس کلماتی که اومده مشخص بکنید. و ببینید، این سینه ام، برایم، زبانم، سه تا جا خالی داریم، این صدری برای سینه ام و قرار بده برایم. خب اینم که یسلی هم یعنی برای من، اینم که لسانی هم یعنی زبانم، اینها مواردی است که جایگزین شده. برایم بگوشا و کارم را، و کارم را برایم، اینم که مربوط بین ستای دیگری که داریم در اینجا دو مورد داریم، در آخرت، آتش جهنم. خب آخرت رو در آخرت رو اینجا داریم، این فعل آخرت، آتش جهنم هم که اینجا دیگه، عذاب النار. اینو تو ترجمه نیاورده که خب در اینجا موارد مشخص شده و میاد در جای خالی قرار میگیره. و مورد بعدی، این دو جا رو ما سه جا جای خالی داریم، مربوط میشود به این، بذارید رنگ رو عوض کنم من، اینم پاکش کنیم. خب یکی صلات رو داریم که اینجا اومده نماز، یکی خودتان، این انفسکم، یکی آن را نزده، نزده، اینم اینجا آمده است که این کلمات میان در جای خالی قرار میگیره و مواردش در این پایین مشخص کرده. و مورد چهارم هم مواردی که داریم، بر ما، علینا، بر ما، بعد گام های من را، اینم اقدامنا، کلمه ای که برای جای خالی میخواییم که نیومده تو ترجمه، پیروزگردان، عنصر، عنصر، پیروزگردان، این کلمات رو در جای خالی که میاریم کامل میشود. پروردگار رو بر ما صبری عطا کن و گام های من را استوار گردان، ثبت، و انصرنا، و ما را بر قوم کافر پیروز گردان. اینم برای جای خالی هایی که با توجه به جمله عربی کلماتی که در جای خالی ترجمه نشده است ترجمه شد، در پایینم که زیرش اومده که مشخص بشود چیا هستن. خب اینم که یک بحث علمی است که تو کتابتون اومده، بحث علمی دیگه مهم نیست، میماند
درس سوم دو تا درس رو با هم بررسی کردیم، دو تا درس دیگهش میمونه برای جلسه آینده، برای هفته آینده اون رو، اون دو درس رو هم بررسی میکنیم. 4 درس از عربی دهم که مربوط به نیم سال اولتون میشه. البته قبلا هم اشاره کردیم شاید بعضی از شما 3 درس رو دبیرتون گفته باشه و شاید 4 درس، که 4 درس رو بررسی خواهیم کرد. خب حالا اینم به سلام مطالبی که مربوط به این میشد. سوالات شما اگه سوالی دارید لطفا بفرمایید که پاسخ داده بشه. سوال هر کس داره مطرح کنه تا پاسخ بدیم. آفرین، خوبه که خود بچه ها سوال میکنن و خود بچه ها پاسخ میدن. یکی از بچه ها گفته که الواحد و اسنان اینا بر چه وزنی هن؟ خب اینا وزن خودشون رو دارن دیگه، واحد فاعل و اسنان هم افعال، اینطوری وزن هایی رو دارن ولی ربطی نداره به اعداد ترتیبی، اینا اعداد شمارشی هستن. سوال کنید بچه ها. بله گفتن اینا اعداد اصلی هستن نه ترتیبی که بخواد از قاعده پیروی کنه. کاملا حرف شما درسته، دارید پاسخ هم رو میدید. خب یکی از بچه‌ها گفته که بله قواعد مجرد مزید رو تو جلسه بعد دیگه توضیح خواهیم داد. سوال کردن که این دو مورد رو، مجرد مزید، کلا جلسه آیندهمون مجرد مزید هستش دیگه، رو همین محوریت خواهیم داشت. خب یکی از بچه‌ها گفته که میکروفون رو میدید استاد، میتونید وصل کنید؟ نیما قاسمی. آقای قاسمی سلام، سلام، سوال دارید؟ جان نه همین 290، البته 10 رو بخواید بشمارید از 10 شروع میشه، میشه 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100، منتها 10 و 100 اینا جدا میشن دیگه، از 20 شروع میشه. اگه هر موقع مثلا به شما گفتن اعداد عقود چی هستن میگید 20 30 40 50 60 70 80 90، اینا میشن اعداد عقود که 10 تا 10 تا میره جلو. و مخصوصا توی امتحانتون شاید گاهی مثلا دبیرتون بیاد بگه که بر اساس ترتیب اعداد عقود عدد سوم عدد سوم عقودتون چی هست یا عدد دوم عقودتون چیه، عدد اولتون چیه آقای قاسمی؟ آقای قاسمی 20، آفرین. حالا عدد دومتون چیه؟ سی. درسته؟ عدد سومتون میشه 40. ببین یکی پایین تره دیگه، نه؟ به این شکل. پس از اشرون میشه یکتون، بعد عدد دوم و اوقتون میشه 30، عدد سومتون میشه 40، همینطور میره جلو. نه نه شما چه رشته هستید؟ تجربه؟ نه اصلا شما که اصلا هیچ سالی نیاز ندارید، ای که رفع و نصب و جر و این تو چیزاشو نیاز ندارید. خواهش میکنم، خواهش میکنم. سوال دیگه ندارید؟ خواهش میکنم. هر که از بچه ها سوال داره حالا میخواد بفرسته یا میخواد همطور میکروفون در اختیارش قرار بگیره در خدمتم. بله خیلی ممنون، گفتید عالی بود استاد، خسته نباشید. ممنون، متشکرم از شما. بله ببینید ما مبنای کارمون این بود که امروز هفته اول رو بتونیم، مثلا شما 4 تا درس دارید، مبنامون این بود که بتونیم به سرعت 4 تا درس رو بررسی بکنیم و بعد یک نمونه سوال نیم سال اول رو حل بکنیم. ولی الان من گمانم که حتی آمادم کردیم مورد رو، گمانم که نتونیم این اتفاق رخ بده. حالا جلسه بعد ببینیم اگر دو تا درسی که باقی مانده بود رو سریع تونستیم جمع جورش بکنیم یا آزمونم میگیریم. نهایتش اینه که اگه فرصتم نشد یا آزمون قرار میدیم برای شما، یا آزمون قرار میدیم که شما حداقل بعد تو منزل بتونید
با اون آزمون خودتون رو با اون امتحان نیم سال اول خودتون رو مرگ بزنید. خوبه اینطوری؟ بچه ها خوبه این مورد؟ اگه فرصت کردیم تو جلسه بعد دوتا درس رو تمومش کردیم، اگر شد یک نمونه سوال رو بررسی میکن، اگرم نکن نمونه سوال رو در اختیارتون قرار میدیم که استفاده کنیم. بله حتما همینطوره، یعنی حتما باید اول فراگیری بعد آزمونگیری. این حرف شما کاملا درسته، یعنی اول وقتی ما مطالب رو کامل یاد بگیریم، الان داریم مطالب رو توضیح میدیم قواعدشو، تمرینات هم کامل داره حل میشه، خب دیگه چی از این بهتر میخوایم؟ اگر این اتفاق بیفته دیگه همه چیز گفته میشه، یاد میگیریم. حالا به آزمون رسیدیم، آزمونم میگیریم، نرسیدیم نمونه آزمون رو در اختیارتون قرار میدیم، یا خودتون هم احتمالا نمونه آزمونای نیم سال اول رو دبیرتون بهتون دادن که کار بکنید. بله مهدی معینی گفته که میکروفون. بله آی معینی، سلام. سلام آقای معینی جانم. جان چی رو؟ خب اون فکر میکنم توی اون تایپی کردن یا چیزی که نوشتم جابجا شده، فکر میکنم اینطوره، چون من ریاضی رو ندیدم. شما الان در اختیارتون هست؟ از کی؟ شما شماره آقای کلنگی خار رو یا چیزشون رو دارین؟ آیدیشون رو جان؟ بالا هست، بالا دیدی شمارش رو؟ آفرین. آره همون رو یه تماس بگیر، سوالی در مورد این زمان ها اگه دارید ایشون دقیق بهتون توضیح میدن، چون اونو من جدولش رو الان جلو خودم ندارم که ببینم برای ریاضی چه زمانیه. خواهش میکنم، سلامت باشین. خواهش میکنم. بر اساس عصر هستش 20:45 شروع میشه. چیه این؟ این سال هر سوالی دارید به همون شماره 0903 46 70 752 آقای کلنگی خا سوالات اون زمان درس ها و اون مواردی که آمده اونا رو ازشون سوال بکنید. بله 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 منظورم ریاضی بود که الان شما سوالم کردید دیگه، موردو گفتید. این از همون آقای کلنگی یا همون شماره که هست بالا تماس بگیرید ازشون بخواید. بله 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 جمع‌بندی نیم سال دوم هم خواهیم داشت که خیلی ویژه است دیگه، چون اون نیم سال دوم کامل کتاب میخواد بررسی بشه و بعدم نمونه سوال پایان سالی هم گرفته میشه. اونجا دیگه زمان خودش که برنامه خیلی مفصلی خواهد بود. الان چون نیم سال اول خیلی جدی هم گرفته نشده با توجه به فضای مجازی و این موارد، یه مقداری شلوول هست مجموعه درس ها اینا، ولی برای امتحان پایانیتون نیم سال دوم حتما هم ما در سبقت برتر برنامه ویژه‌ای رو خواهیم داشت که در زمان خودش اعلام میشه. همی که به هر حال شما میتونید از طریقای مختلف مطلع بشید و اگه خواستید شرکت کنید تو اون مورد، تو اون جمع‌بندی نیم سال دوم. بله سال گفتن که فقط اگر قواعد رو درس بدید وقتی بیشتر میمونه. خب ما خواستیم که قواعد رو همراه با نمونه تمرینات که توش بریم دیگه اون رو نشان بدیم مطرح کردیم، گفتیم شاید از این جهت مطلب که گفته شد با نمونه تمرینای خود کتابتون هم بهش بپردازیم، این شاید بهتر باشه از اینکه سری قواعد بگیم بعد بریم یه آزمون بگیریم. بله گفتید که استاد میشه اون ترتیب صیغه ها رو دوباره تکرار کنید؟ بله خب به من بگید که مثلا فعل ماضی رو میخواید یا فعل مضارع رو یا فعل امر رو، اونو مشخص بکنید.
حنان خانم لطفا بگید که کدوم فعل رو میخواهید که من صرف کنم براتون؟ فعل ماضی رو. بسیار خب، یک فعل ماضی خودت تو ذهنت داری یا منم تو بگم دیگه یه فعل ماضی رو؟ اگه خودت فعل ماضی در ذهن داری بگو تا من صرفش کنم، اگر نه که من یه فعل رو بگم و صرفش کنم. خب اگه نداری که من خودم میگم دیگه. مثلا کتبه. کتبه رو وقتی میخوایم صرف کنیم به این شکل صرف میکنیم، بر اساس ترتیبی که در اصل باید بهش پرداخته بشه. کتبه، کتبا، کتبو، کتبت، کتبتا، کتبنا، کتبت، کتبتما، کتبتم، کتبت، کتبتما، کتبتن، کتبتو، کتبنا. از اون صیغه هفت‌اونور تتوماتوم، تتوماتون، نتو، نا، اینا میاد اضافه میشه. پس یه بار دیگه: کتب، کتب، کتبو، کتبت، کتبتا، کتبنا، کتبت، کتبتما، کتبتم، کتبت، کتبتما، کتبتن، کتبتو، کتبنا. بله بله. چگونه نمونه سوال میاد برای صرف کردن؟ مثلا فرض کنید همین فعل ماضی که من الان صرف کردم، میگه مثلا صیغه چهارمشو برای شما خالی میگذاره، صیغه ششم رو خالی میگذاره، صیغه دوازدهم رو خالی میگذاره، میگه این جای خالی رو پرش کن. اون فعلی که مناسب او جایگاه هست، حالا چه به زبان فارسی بگه اول شخص مفرد دوم شخص مفرد، یا به زبان عربی بگه مثلا مثنای مذکر فلان، شما باید بر اساس اون ترتیبی که گفته میشه، اون جای خالی اگه صیغه دوازدهم رو میخواد، صیغه دوازدهم رو قرار بدید، صیغه ششم رو میخواد، صیغه ششم رو قرار بدید. صرف میکنید، به اون صیغه مد نظر میرسید، در جای خالی قرار میدید. بله بله. یک نمونه اومده دیگه تو کتاب، همون دیگه، همون رو بهش توجه بکنید. بله. ولی خب تو کتاب شما چون اومده اول شخص دوم شخص کرده، یه مقدار ترتیب صرف فعلا رو به هم ریخته که هیچ وقت شما با اون شکل یاد نمیگیرید. همین شکلی که من گفتم، همین شکل رو اگر دبیرتونم بهتون گفته، همین شکل رو کار بکنید که راحت‌تر بتونید سریع اینا رو بیاموزید. شش تا غایب، شش تا مخاطب، دو تا متکلم. بله سوال اگه نیست که وقت شما رو دیگه نمیگیریم. خدا نگهدار تا هفته آینده و ادامه برنامه‌مون. بله این مورد همه در اختیار شما قرار میگیره، همه رو میدم بهتون. این فیلمی که گرفته شد به صورت آفلاین در اختیار شما قرار میگیره، کپیش همه چیز بهتون داده خواهد شد دیگه، بلافاصله انشالله هماهنگ میشه در اختیار شما قرار خواهد گرفت. دو تا درس بعدی هم که ادامه این هست میاد براتون، که بعد تو جلسه آینده انشالله بهتر بتونید مطالبی که میگیم رو آماده باشید. خدا نگهدار، خدا نگهدار، تا جلسه آینده.